سرخط خبرها، ادعای رسانه خارجی در مورد ضربه کاری توافق تهران ریاض به اسرائیل، تجهیز ارتش سوریه با تسلیحات پیشرفته ایرانی و سناریوی جدید آمریکا در خاورمیانه همزمان با افزایش نقش چین. این مسئله خبری از پی خوش اومدید. دبیر سیاسی روزنامه گاردین در مقاله ای از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی را برای اسرائیل فاجعه بار دانست و نوشت که از یمن تا سوریه از نزدیکی این دو رقیب بهره‌مند خواهد شد. گزارش اینا پاتریک ونتور روز دوشنبه نوشت همه نشانه ها دلبران است که نزدیکی تهران و ریاض واقعی است. از برقراری دوباره پروازهای غیر نظامی بین دو کشور تا برنده شدن یک ایرانی در مسابقات قرائت قرآن در عربستان سعودی، از صادرات فولاد ایران به عربستان تا نجات 60 ایرانی گرفتار در سودان توسط نیروی دریایی سعودی. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز قرار است برای نخستین بار در 16 سال اخیر به ریاض سفر کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا بادهای تغییر می تواند در سراسر خاورمیانه وزیده و قفل درگیری ها در یمن، لبنان، عراق، سوریه و حتی اسرائیل را باز کند؟ یکی از دیپلمات های عرب مقیم لندن این روند را به ساخت طبقه همکف یک ساختمان تشبیه کرد که سایر کشورها نیز می توانند طبقات خود را روی آن بسازند. در نهایت پیامدهای نزدیکی تهران ریاض برای منطقه می تواند بسیار مهم باشد. یک توافق منطقه‌ای می تواند معید کاهش نفوذ واشنگتن در خاورمیانه بوده، اسرائیل را تضعیف کرده، بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به جمع کشورهای عربی بازگردانده، بازار انرژی چین را برای عربستان سعودی فراهم کرده و به انزوای اقتصادی ایران پایان دهد. به نوشته این روزنامه، ریاض حداقل یک دهه است که دیگر در روابط خود با واشنگتن احساس امنیت نمی‌کند. هنگامی که وابستگی آمریکا به نفت عربستان پایان یافت، نقش برتر آن کشور در تامین امنیت عربستان زیر سوال رفت و راهش اندک اندک از هم جدا شد. ریاض حمایت باراک اوباما از بهار عربی را نادرست می‌دانست و تلاش کرد مانع از انعقاد توافق هسته‌ای سال 2015 شود. در دوران دونالد ترامپ، آمریکا دقیقاً همان سیاست مورد نظر عربستان از جمله فشار حداکثری بر ایران را پیاده کرد. ولی ریاض بعداً دریافت که این سیاست مورد پسندش نیست. حمله موشک‌های ساخت ایران به تأسیسات نفتی عربستان و توقف موقت نیمی از تولید نفت آن در سپتامبر 2019 نمایش تکان دهنده ای از آسیب پذیری عربستان بود. بهت‌آورتر آنکه ترامپ از ریاض دفاع نکرد. امارات متحده عربی نیز از بی‌تفاوتی غرب هنگامی که 4 شهریور در ماه می 2019 در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند به شدت رنجید. جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا در سال 2019 و در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده طرد عربستان سعودی را داد و ریاض دریافت که دموکرات‌ها نیز ناجیان نخواهند بود. بنابراین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به فکران افتاد خود را از درگیری ها کنار کشد، زیرا می ترسید که عربستان سعودی در صورت حمله اسرائیل به سایت های هسته ای ایران دست به حمایت تهران بزند. او نیز مانند امارات متحده عربی در پی توسعه اقتصادی کشورش بود. نویسنده این مطلب می افزاید تمام این تحولات به طور بالقوه می تواند برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فاجعه بار باشد. او گمان می کرد که توافق های ابراهیم که توسط دولت ترامپ طراحی شده بود روابط با عربستان سعودی را عادی می کند، اما در عوض ریاض در حال عادی سازی روابط با دشمنان اسرائیل یعنی ایران، سوریه و حتی حماس است. نتانیاهو اخیراً مضمونی کهنه را در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC تکرار کرد. شراکت با ایران شراکت در بدبختی است. به لبنان، یمن و سوریه و عراق نگاه کنید. در بخش پایانی این مطلب آمده است شاید عربستان سعودی 2 سال پیش با این ارزیابی موافق بود، اما به نظر می‌رسد که اکنون تصمیم گرفته همکاری و نه رویارویی به سبک اسرائیل را در پیش گیرد. امیر محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به همراه آیت الله رئیسی و جمعی از وزارت و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به سوریه سفر کرده بود، با سپهبد علی عباس وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش فارس، امیر آشتیانی در این دیدار با اشاره به حمایت‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در جنگ تمام عیار سوریه با داعش و همچنین تلاش دیپلماسی دفاعی
جمهوری اسلامی ایران در نشست چهار جانبه مسکو با هدف ایجاد امنیت و ثبات پایدار گفت اکنون دوران بازسازی و رونق کشور سوریه در عرصه‌های مختلف فرا رسیده است و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر بخش‌های اقتصادی و عمرانی از آمادگی لازم در راه اندازی، ساخت و تشخیص نیروهای مسلح سوریه به پیشرفته ترین تسلیحات دفاعی برخوردار است. وی با بیان اینکه تکیه بر قدرت بومی و درونزا در هر کشوری از مهمترین مؤلفه های اقتدار در آن کشور به حساب می آید خاطر نشان کرد، وزارت دفاع ایران با همین روی کرد در عرصه های مختلف زمینی، دریایی، هوایی، هوافضا، الکترونیک و غیره به قدرت مولد دست یافته و به دور از وابستگی و اثر تحریم ها در صنایع دفاعی توانسته است در میدان عمل و مبارزه با تروریسم و حمایت از ملت‌های مظلوم نقش عملیاتی خود را به منصه ظهور برساند. وزیر دفاع کشورمان با اشاره به همکاری‌های ایران و سوریه عنوان کرد جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد زیرساخت‌های دفاعی و چند جانبه و تقویت بنیه تسلیحاتی جمهوری عربی سوریه آماده همکاری با این کشور در زمینه ساخت کارخانه و راه‌اندازی خطوط تولید محصولات راهبردی دفاعی در راستای افزایش امنیت مردم سوریه است. در ادامه این دیدار سپهبد علی عباس وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه نیز در این دیدار با بیان اینکه امنیت و ثبات سوریه با حمایت برادران و دوستان واقعی ایران برای سوریه رقم خورده است گفت تقویت بنیه دفاعی سوریه این کشور را به عنوان یکی از حلقه‌های محور مقاومت برای مبارزه با تروریسم آماده‌تر خواهد کرد. مقام‌های ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس آمریکا عین سفر به خاورمیانه به شبکه CNN گفتند که اردن، مصر و اسرائیل به دنبال افزایش نقش واشنگتن در منطقه برای مقابله با نفوذ فزاینده چین هستند. به گزارش روز دوشنبه از رویترز، مایک ترنر نماینده جمهوری‌خواه ایالت اوهایو و رئیس کمیته مذکور به همراه جیمز هیمز نماینده دموکرات ایالت کانتیکت و عضو ارشد این کمیته پس از سفر به اردن و مصر و در آخر مقصد از این تور خاورمیانه‌ای روز گذشته در اسرائیل با CNN مصاحبه کردند. ترنر گفت تمام این کشورها افزایش نفوذ چین در منطقه را نشانه لزوم افزایش نفوذ آمریکا مطرح کردند. همگی به دقت این موضوع را زیر نظر دارند و آن را فرصتی برای آمریکا می‌دانند تا نقش بیشتری در ایجاد امنیت و دور نگه داشتن چین ایفا کنند. هیمز نیز در موافقت با سخنان همکار جمهوری‌خواه خود گفت که این سه کشور اتحاد با آمریکا را ضروری می‌دانند. این دو مقام ارشد امنیتی کنگره همچنین گفتند که ایران همچنان یکی از دغدغه‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. هیمز در پاسخ به سوالی درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد در شرایطی که ایران با مردم خود بدرفتاری می‌کند امکان انجام مذاکره از هر زمان دیگری بعیدتر است. به ادعای ترنر نتانیاهو در دیدار با این نمایندگان به صراحت گفت که گمان می‌کند بتوان جلوی ایران را گرفت. نماینده اوهایو ادعا کرد اگر ایرانی ها باور کنند که علیه آنها اقدام نظامی و دقیق با هدف کاهش توانایی هایشان برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد شد، از پیگیری برنامه هسته‌ای دست خواهند کشید و شاید برنامه‌هایشان متوقف شود. نتانیاهو نمی‌خواهد این فرصت از دست برود. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.